گزارش از ایران هاکیست تا کنون دست کم 36 نفر در اثر ابتلا به فلانزای نو اچوان انوان که به عنوان آنفولانزای خوکی شناخته می شود در استانهای کرمان و سیستان و بلوچستان جان خود را از دست دادند امروز دوشنبه 16 آذر علی رضا رزم حسینی استاندار کرمان گفت که با اعلام وضعیت زد در این استان به دلیل شیوع بیماریان فلانزا مدارس تمام مقاطع تحصیلی و مهد های استان کرمان روزهای 17 و 18 آذر تعطیل است آقای رزم حسینی افزایش آن فلانزا در استان کرمان را عادی دانسته و گفته است اعلام وضعیت زرد در استان کرمان به دلیل احتیاط بوده است علی اکبر حق رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان از مرگ 28 نفر در اثر ابتلا به ویروس اچمان انوان در این استان خبر داده و حسین علی شهریاری نماینده زاهدان در مجلس هم گفته است که 8 نفر در استان سیستان و بلوچستان به علت ابتلا به آن فلانزای خوکی جان خود را از دست دادن به گفته آقای شهریاری علت شیوع این بیماری خطرناک در ایران هنوز مشخص نیست دیروز یک شنبه معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفته بود 22 نفر در اثر ابتلا به این بیماری در استان کرمان جان خود را از دست داده و بیش از 100 بیمار مشکوک با انفلانزای خوکی در شهر کرمان بستری شدند مسئولان درمانی شهر سیرجان هم از بستری شدن حدود 70 نفر در این شهر به دلیل ابتلا به آنفولانزا خبر داده بودند روز یکشنبه 15 آذر احمد آریایی نژاد عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ایران با انتقاد از افزایش موارد مشکوک به آنفولانزای خوکی در ایران خواهان اعلام وضعیت بحران شد آقای آریایی نژاد گفت باید هشدارهای لازم به مردم داده شود چرا که هر لحظه ممکن است این بیماری بیش از اینها در کشور فراگیر شود با وجود این دیروز حسن هاشمی وزیر بهداشت ایران آنفولانزای خوکی را جزو آنفولانزاهای فصلی و معمولی در ایران خواند و گفت هر سال مواردی از ابتلا و مرگ میر ناشی از این بیماری را در کشور داریم آقای هاشمی گفت امسال تعداد موارد این بیماری نسبت به سال گذشته اندکی افزایش داشته که بخشی از آن به علت ورود اطبای بیگانه از کشورهای همسایه به ویژه همسایگان شرقی است شستن دستها با صابون پرهیز از دست دادن و روبوسی و همچنین پوشاندن صورت هنگام عطسه از جمله توصیه های اصلی برای پیشگیری از ابتلا به آنفولانزا است همچنین مقام های بهداشتی ایران توصیه کردند کسانی که از عطبات عالیات میآیند با افراد کمتر ارتباط داشته باشند و از دادن ولیمه خودداری کنند حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بار دیگر بر نقش نظارتی شورای نگهبان در برگزاری انتخابات تاکید کرد. آقای روحانی روز دوشنبه 16 آذر ماه در مراسم روز دانشجو در دانشگاه صنعتی شریف در تهران گفت: میگویند که من نسبت به شورای نگهبان نظر خاصی دارم. نظر من نسبت به شورای نگهبان همان نظر قانون اساسی است. قانون اساسی شورای نگهبان را ناظر می‌داند، ما هم ناظر می‌دانیم. او بیشتر نیز بر جایگاه نظارتی شورای نگهبان تاکید کرده بود که با واکنش چهرهای محافظه کار روبرو شد بنابر نظر آقای روحانی شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی فقط می تواند بر انتخابات نظارت کند آقای روحانی گفته شورای نگهبان چشم است و چشم نمی تواند کار دست را بکند نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند باید به قانون اساسی کاملا توجه کرده و عمل کنیم در یکی از مهمترین واکنش ها به گفته های او 25 نماینده محافظه کار مجلس در نامه ای نوشتند که بر اساس قانون اساسی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات استثوابی است و شامل مراحل اجرایی هم می شود. آقای روحانی در بخش دیگری از سخنرانی خود در دانشگاه شریف گفت همه مسئولان بر اساس مسئولیت خود باید مورد سوال قرار گیرند و هیچکس نباید خود را مستثنا از سوال مردم بداند. با این حال او گفت البته حالا نقد برخی از قوا و برخی از نهادها یک مقدار مشکل است فعلا از دولت و رئیس جمهوری شروع کنید آقای روحانی همچنین با اشاره به فضای متفاوت دانشگاه در دوره او نسبت به دولت پیشین گفت فضای دانشگاه سال 94 نسبت به 92 زمین تا آسمان فرق کرده و افزود ممکن است هنوز هم فضا امنیتی باشد من نمیپسندم ما فضای امن میخواهیم نه فضای امنیتی سخنرانی آقای روحانی با حاشیه‌ای نیز همراه بود از جمله شعارهایی که برخی دانشجویان در حمایت از محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران سر دادند که با شعار مرگ بر فتنه‌گر ایده دیگر از حاضران پاسخ داده شد به گزارش خبرگزاری تسنیم این شعارها تا جایی ادامه داشت که دقایقی در سکوهای سالن تربیت بدنی دانشگاه شریف و با فاصله چند متر پشت سر حسن روحانی بین دو طیف از دانشجویان درگیری رخ داد که بلافاصله حضور مسئولان انتظامی خاتمه یافت. وزارت کشور فرانسه روز دوشنبه 16 آذر با تکه بر آخرین نتایج نخستین دور از انتخابات منطقه‌ای در این کشور اعلام کرد حزب راستگرای جبهه ملی دیروز یکشنبه 15 آذر توانست در دور اول انتخابات مناطق پیشتاز سایر احزاب شود این حزب در شش منطقه از سیزده منطقه اکثریت آرا را به دست آورد این بهترین نتیجه است که جبهه ملی در تاریخ خود توانسته است در چارچوب انتخاباتی سراسری در فرانسه به دست آورد ناظران میگویند پیروزی جبهه ملی ممکن است صحنه سیاسی فرانسه را دستخوش تغییراتی کم سابقه کند حزب راست میانه اتحاد برای جنبش مردمی که نیکولای سارکوزی رئیس جمهور پیشین فرانسه عضو آن است با کسب 27 درصد از آرا در رتبه دوم قرار دارد حزب سوسیالیست ها حزب فرانس و اولان رئیس جمهور کنونی نیز 23.5 درصد آرا را به دست آورده و رده سوم را به خود اختصاص داده است جبهه ملی به عنوان حزبی ضد اتحادیه اروپا و مخالف مهاجران شناخته می شود پیروزی عمده این حزب در انتخابات منطقه ای ارزندامی در برابر دو حزب عمده فرانسه محافظ و سوسیالیست هاست که تاکنون قدرت را به طور متناوب در دست داشتند. مارین مارشل لوپن دختر 25 ساله خاندان لوپن که حزب جبهه ملی را بنیاد گذاشته و رهبری می کند، گفته است این نتایج تاریخی و فوقلاده است. سیستم قدیمی امشب مرد. برآوردها نشان میدهند که او در منطقه جنوب شرق فرانسه 42 درصد آرا را از آن خود کرده است این نتیجه دو برابر بهتر از نتیجه است که پدر بزرگ او ژان ماری لوپن در سال 2010 به دست آورده بود حزب تحت رهبری خانم مارین لوپن خاله مارین مارشال لوپن مجموعا حدود سی درصد کل آرا را به دست آورده است دور دوم انتخابات هفته آینده برگزار می شود هر حزبی که ده درصد آرا را به دست آورد می تواند در دور دوم شرکت کند خبرگزاری فرانسه از قول یکی از نامزدهای حزب سوسیالیست که مجبور شد از انتخابات کنارگیری کند نقد کرده است نتیجه ای که جبهه ملی کسب کرده تهدیدی برای ارزش های فرانسه است دبیر حزب سوسیالیست ژان کریستوف کامبادلی خواستار تشکیل اعتلافی بزرگ برای جلوگیری از قدرت گرفت جبهه ملی شده است همین امنی سبب شد تا سوسیالیست ها دو از نامزدهای خود را از گردونه انتخابات خارج کنند اما نیکولای سرکوزی رئیس جمهوری پیشین فرانسه و رهبر کاران گفته است حزب وی حرکتی در جهت کمک به پیروزی سوسیالیستا در برابر جبهه ملی نخواهد کرد و نامزدی را از انتخابات بیرون نمیآورد تحلیل ها نشان می دهد که نتیجه انتخابات منطقه به طور عمده تحت تاثیر تهدیدهای گروه موسوم به حکومت اسلامی، حملات پاریس، بحران پناهجویان و مسئله مهاجران و نیز وضعیت اقتصادی و بیکاری قرار گرفته است. این انتخابات که تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد، اهمیتی نمادین دارد چرا که بزرگترین و مهمترین انتخابات سراسری در این کشور پیش از انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سال 2017 است و جو و فضای سیاسی کشور را باستاب می دهد. حضور تعدادی از نیروهای نظامی ارتش ترکیه در خاک عراق روابط دو کشور رو متشنش کرده روابط که حالا از قبل خیلی هم گرم نبود و این مسئله بیشتر به اون دامن زده و حتی واکنش ایران رو هم در پی داشته 1600 نیروی نظامی ترکیه همراه با خودروهای زرهی و تانک طی روزهای گذشته وارد خاک اراق شدند که بخشی از اونها در نزدیک شهر موسل مستقر شدن موضوعی که واکنش تند مقامات عراقی رو به همراه داشته در این رابطه هم نخست وزیر عراق و هم رئیس جمهور این کشور این اقدام آنکارا رو نقض حاکمیت عراق دانستند دولت عراق با صدور بیانیه ای این اقدام ترکیه رو یک اقدام تجاوزکارانه قلمداد کرده و از این کشور خواسته که فورا این نیروها رو از خاک عراق خارج بکنه وزارت خارجه عراق هم در بیانیه ضمن اعتراض به این موضوع تاکید کرده که حضور این نیروها اصولا بدون درخواست دولت عراق بوده وزارت خارجه عراق همینطور سفیر ترکیه در بغداد رو احضار کرد و در این باره به دولت ترکیه خوش دارد اما در واکنش به این اعتراضات احمد داود اغلو نخست وزیر ترکیه هم گفته که کارشناسان و تجهیزات نظامی ترکیه جهت گسترش اردوگاه موسل به منطقه اعزام شدن و ترکیه به خاک هیچ کشوری چشم نداشته و نخواهد داشت او گفته که کشورش در واقع از یک سال پیش به درخواست فرماندار موسل کمهای رو در اونجا احداث کرده و به حدود دو هزار نفر در این زمینه آموزش داده آقای داود اغلو گفت که در بحشیق سی کیلومتری موسل این اردوگاه قرار داره و هدف این اردوگاه ارائه پشتیبانی آموزشی به نیروهای داوطلب محلی برای مبارزه با تروریسم هستش و آمادگی برای آزادسازی شهر موسل همینطور آقای داود اغلو گفت که این فعالیت آموزشی با تقاضای استاندار موسل و با همانگی وزارت دفاع اراق بوده و ما آمادگی ارائه هر گونه پشتیبانی بنا به درخواست ارتش در ملی اراق و پلیس این کشور رو داریم حتی رسانه های ترکیه روز گذشته هم اعلام کردن که تعداد این نیروها به 2000 نفر در آینده افزایش پیدا خواهد کرد مقامات ترک در این گفتن که این موضوع جدیدی نیست ما از یک سال پیش در این منطقه نیرو داشتیم و این نیروهای تازه نفس جایگزین نیروهای قبلی شدند ترکیه در این منطقه در حال آموزش نظامی پیشمرگای های کرد اراقی و همینطور سونی های این کشور هستش البته این توضیح رو هم بدم که برخی مقامات سونی اراق از جمله استاندار پیشین نینوا از حضور نیروهای نظامی ترکیه در این منطقه استقبال کرده خبرهای زد و نقیزی هم طی 24 ساعت گذشته برخی منابع رسانه‌ای در عراق منتشر کردند مبنی بر اینکه نیروهای ترکیه در حال بازگشت به خاک این کشور هستند اما هنوز منبع رسمی این موضوع رو تا لحظه تنظیم این خبر تایید نکرده از این سو هم ایران نسبت به حضور نیروهای ترکیه در خاک عراق اعتراض کرده آقای امیر عبداللهیان معاون وزارت خارجه ایران گفته که این اقدام ترکیه موجب هرج و مرج بیشتر و ناامنی در منطقه میشه البته این توضیح رو بدم از چند روز پیش تنش لفظی میان مقامات ایران و ترکیه هم بالا گرفته رسانه های ایران و روسیه همزمان مطالب و تصاویری در مورد ادعای معامله نفت و ترکیه منتشر کرده بودند که واکنش مقامات ترکیه رو در پی داشت آقای اردوغان گفته در این باره به حسن روحانی رئیس جمهور ایران هشدار داده مقامات وزارت خارجه ایران اما موضوع هشدار آقای به آقای روحانی رو انکار کردن ولی روز گذشته تانجو بلگیش سخنگوی وزارت خارجه ترکیه گفته که متن مکالمه رؤسای جمهور دو کشور موجوده بر روی روابط ترکیه و ایران هم به نظر میرسه روز به روز رو سر به سری بیشتر میره به ویژه پس از حضور روسیه در منطقه رئیس پلیس فتا پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران از بازداشت 53 نفر خبر داد که به گفته ای او حامی تفکر داعش هستند و اکثر آنها در استانهای مرزی ایران بودند کمال هادیان فر روز دوشنبه 16 آذر با ذکر این مطلب همچنین از شناسایی 285 سایت و پروفایل حامی این گروه خبر داد رئیس پلیس فتا با ذکر اینکه این, این دستگیریها در طول یک سال و هشت ماه گذشته انجام شده توضیح داد که یک سری از دستگیر شدگان فریب خورده بودند که تعهد داده و تعداد دیگری به مراجع قضایی معرفی شدند آقای هادیان فر با اشاره به دیگر موضوعات مربوط به پلیس فتا از 69719 حمله سایبری به ایران خبر داد و گفت 988 حمله به سایت های دولتی و بقیه به سایت های خصوصی بوده است آقای هادیان فرروز دوشنبه همچنین به حذف 175 صفحه منتصب به داعش از سوی تلگرام اشاره کرد. پیش از این روزنامه بهار در شماره سیوم آبان ماه خود در مقاله با عنوان آغاز فعالیت داعش در فضای مجازی ایران از روی آوردن گروه تروریستی داعش به شبکه اجتماعی تلگرام در ایران خبر داده بود. این روزنامه به عنوان دلیل روی آوردن داعش به این شبکه نوشته بود تلگرام یک شبکه اجتماعی پرطرفدار در ایران شبکه‌ای که به گفته مدیر تلگرام حدود 20 میلیون عضو در ایران دارد و به راحتی در اختیار شهروندان قرار دارد. طی دو ماه گذشته و به ویژه پس از حملات مرگبار پاریس، گزارشهایی از تهدید ایران از سوی گروه حکومت اسلامی منتشر شده است. در این حال حضور یگان ویژه پلیس در سطح خیابان‌های مرکزی شهر تهران نیز افزایش پیدا کرده است. 26 آبان ماه فرمانده سپاه نبی اکرم استان کرمانشاه گفته بود تیم‌های بسیاری از گروه حکومت اسلامی از دو سال پیش تاکنون در این استان مشغول فعالیت بودند و توسط سپاه و وزارت اطلاعات دستگیر شدند. علی یونسی دستیار رئیس جمهوری ایران در امور اقوام و اقلیت‌های دینی روز هشتم آذر ماه گفته بود در ایران جریانی همسو با گروه موسوم به گروه تروریستی داعش وجود ندارد و اگر کسی به صورت فردی پیدا شود قطعا مورد سرزنش اهل سنت است. برک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه ششم دسامبر در یک برنامه تلویزیونی گفته است که کشورش بر تهدیدهای تروریستی غلبه خواهد کرد وی تاکید کرده است داعش یا هر گروه دیگری که در صدد ضربه زدن به ما باشد را نابود خواهیم کرد رئیس جمهوری آمریکا در این سخنرانی زنده تلویزیونی گفته است ما نباید اجازه بدهیم که یک بار دیگر درگیر جنگ زمینی طولانی و پرهزینه در عراق و سوریه بشویم این همان چیزی است که داعش میخواهد آنها میدانند که نمیتوانند ما را در میدان جنگ شکست دهند داعش بخشی از جریان شورشی است که ما در عراق با آنها مواجه شدیم به دنبال حملات مرگبار در پاریس در ماه گذشته و همچنین تیراندازی در کالیفرنیا شماری از جمهوریخواهان در کنگره با انتقاد از رویکرد دولت اوباما در قبال جنگ علیه حکومت اسلامی داعش خواستار اعزام نیروی زمینی به سوریه و عراق شدند. با این حال رئیس جمهوری آمریکا گفت که تیراندازی یک زوج به سوی حاضران در یک جشن تعطیلات در کالیفرنیا که 14 کشته و 21 زخمی بر جای گذاشت را اقدامی تروریستی میداند ولی آقای اوباما گفته است شواهد و مدارکی دال بر اینکه عاملان تیراندازی روز چهارشنبه بخشی از یک شبکه تروریستی بوده یا از خارج هدایت شده باشند در دست نیست. رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد ملت ما از زمانی که القاعده نزدیک به سه هزار آمریکایی را در یازدهم سپتامبر کشت تا کنون در حال جنگ با تروریسم است رئیس جمهور آمریکا با اشاره به قدرت گرفتن گروه داعش به دلیل هرج و مرج در عراق و سوریه و همچنین استفاده آنها از اینترنت گفته است با اظهارات تند یا رها کردن ارزشها و ترسیدن موفقیتی به دست نخواهد آمد اتفاقا این همان چیزی است که داعش به آن امید بسته است در عوض ما با قوی بودن، هوشمندی، انعطاف پذیری و تلاش بیامان و با استفاده از همه جنبه های قدرت آمریکا پیروز خواهیم شد. برک اوباما در همین حال با اشاره به ضرورت پایبندی آمریکایی ها به اصول و ارزش های بنیانی خود گفته است فراموش نکنیم آزادی بسیار نیرومندتر از ترس است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین تصریح کرد ما همه آمریکایی ها از همه ادیان مسئولیم با تبعیض علیه مسلمانان مخالفت کنیم. وی اضافه کرد نباید به دلیل اتفاق روی داده در سن برناردینوی کالیفرنیا با مسلمانان رفتار متفاوتی داشت. رئیس جمهوری آمریکا گفت داعش نماینده ای اسلام نیست آنها عرازل و اوباش و آدمکش و بخشی از فرقه مرگ هستند که بخش بسیار ناچیزی از جمعیت یک میلیاردی مسلمانان جهان را تشکیل می دهند برک اوباما در ادامه با اشاره به تیراندازی در کالیفرنیا خواستار اعمال قوانین سختتر در ارتباط با حمل اسلحه شد و گفت نباید افرادی که در فهرست پرواز ممنوع هستند قادر باشند سلاح بخرند سید رزوان فاروق بازرس مسئول رسیدگی به رستوران ها در سازمان بهداشت بخش سن برناردینو و همسرش تشفین مالک روز چهارشنبه به یک جشن تعطیلات حمله کردند و با شلیک 75 گلوله به سمت حاضران 14 نفر را کشته و 21 نفر را نیز زخمی کردند. رزوان فاروق و تشفین مالک چهار ساعت بعد در درگیری با پلیس کشته شدند. پلیس فدرال آمریکا اف بی آی پیشتر اعلام کرده بود که تشوین مالک پس از این حمله در پیامی در فیسبوک با ابو بکر البغدادی رهبر گروه حکومت اسلامی داعش اعلام بیعت کرده بود اما فیسبوک این پیام را لحظاتی بعد حذف کرده بود در تحولی دیگر پلیس ضد تروریستی بریتانیا اعلام کرد فردی که شامگاه شنبه چهاردهم آذر ماه با چاقو به سه تن از مسافران یک ایستگاه مترو در خط مرکزی لندن حمله کرد در بازداشت به سر میبرد در این حمله یک تن شدیدا زخمی شده و دو تن دیگر جراحات سطحی برداشتند رسانه ها گفتند این مهاجم هنگام حمله از سوریه یاد کرده اما پلیس این گزارش را تایید نکرده است فرد مهاجم با استفاده از تپانچه برقی توسط پلیس مهار شده است پلیس ضد تروریستی بریتانیا که مسئولیت تحقیق درباره این حمله را به عهده دارد گفته است این اقدام را یک عمل تروریستی میداند هفته گذشته پارلمان بریتانیا آغاز حملات هوایی این کشور به سوریه را تایید کرد. مقام های امنیتی بریتانیا گفتند سطح هشدارهای امنیتی همچنان بالاست و خطر حملات تروریستی این کشور را تهدید می کند. کادر درمانی بیمارستان اشرفی اصفهانی شهر خمینی شهر از توابع استان اصفهان که چانه یک دختر چهار ساله را بخیه زده بود پس از اظهار نتوانی والدین از پرداخت هزینه درمان اقدام به شکافتن بخیه ها کردند گزارش این اقدام که شنبه هفتم آذر ماه رخ داد حدودا یک هفته بعد در روزنامه اصفهان زیبا و شبکه تلویزیون استانی پخش و منجر به ارسال پرونده برخی از اعضای این کادر درمان. به قوه قضایی شد. حمید رضا طلوعی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با تایید این خبر گفته پزشک و پرستار مربوطه تا صدور حکم قطعی از اشتغال در مراکز درمانی ممنوع شده و دیگر اعضای کادر درمانی به هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه علوم پزشکی معرفی شدند حسن رحیمی دادستان عمومی و انقلاب اصفهان نیز روز یکشنبه 15 آذر در گفتگو با سایت اطلاع رسانی دادگستری کل استان اصفهان اعلام کرد این قضیه با جدیت در دستگاه قضایی در حال پیگیری است دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هم در پی این مسئله از مردم عذرخواهی و اعلام کرده که مداوای چانه صدرا زاهدپور دختر چهار ساله را تحت نظارت جراحان پلاستیک آغاز کرده است حسن هاشمی وزیر بهداشت نیز ضمن ابراز تاثر شدید از رفتار این کادر درمانی از اعزام تیم بازرسی به منظور پیگیری این حادثه تلخ خبر داده است و گفته متاسفانه دیشب این موضوع را در شبکه های اجتماعی دیدم و همان آخر شب دستور دادم امروز تیمی به آنجا اعزام شود رسول بنی هاشمی رئیس نظام پزشکی خمینی شهر هم گفته برای کادر درمانی متخلف اشد مجازات درخواست شده است هزینه درمان و سلامت در ایران به خصوص برای آن دست از خانوادههایی که فاقد بیمه هستند بسیار گران تمام می شود. حسن قاضیزاده هاشمی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی دوازدهم مهر سال 92 گفته بود هزینه های کمر شکن درمان سالانه 7 درصد جمعیت کشور را زیر خط فقر میبرد با وجود اینکه دولت حسن روحانی طی دو سال گذشته سرمایه گذاری گسترده در بخش سلامت را در دستور کار خود قرار داده اما بیمارستان ها و مراکز درمانی و بسیاری از افراد فاقد بیمه با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم میکنند در سالهای اخیر و در پی افزایش هزینه های درمانی گزارش های قابل توجهی درباره بروز برخی مشکلات برای بیمار در درمانگاه ها و بیمارستان ها به خاطر ناتوانی در تأمین هزینه های درمانی خود منتشر شده است. انتظار چندین ساله حزب های مخالف در ونزوئلا به پایان رسید و اپوزیسیون کار ونزوئلا توانست با پیروزی در انتخابات پارلمانی این کشور که در روز یکشنبه 15 آذر ماه برگزار شد به برتری 16 ساله ی سوسیالیست ها در پارلمان ونزوئلا خاتمه دهد. خبرگزاری آلمان با امداد دوشنبه با اشاره به آخرین نتایج اعلام شده در انتخابات ونزوئلا گزارش داد که اعتلاف احزاب مخالف دولت این کشور تا کنون دست کم به 99 کرسی از 167 کرسی پارلمان دست یافته است. حزب سوسیالیست حاکم در این کشور تنها 46 کرسی را از آن خود کرده است. گفته می شود که میزان مشارکت مردم در انتخابات 74 درصد بوده است. مقامات برگزار کننده انتخابات شامگاه یک شنبه مهلت رای دادن را به مدت یک ساعت تمدید کرده بود. این اقدام با اعتراض احزاب اپوزیسیون روبرو شد اما برگزار کنندگان علت چنین اقدامی را مشارکت بیش از اندازه مردم در انتخابات ذکر کردند دقایقی بعد از اعلام نتایج نیکولاس مادورو رئیس جمهور و رهبر حزب متحد سوسیالیست این شکست را به عنوان نتیجه ناگوار پذیرفت انتظار می مخالفان با این پیروزی که سالها به دنبال آن بودند تلاش خود را برای تغییر صحنه سیاسی در ونزوئلا شدت ببخشند. از جمله انتظار می رود که دولت جدید طرح ابتکار عملی در ارتباط با بخشش عمومی زندانیان سیاسی ونزوئلا را به پارلمان این کشور ارائه دهد. شمار زیادی از سیاستمداران جناه اپوزیسیون در آستانه برگزاری این انتخابات بازداشت شده بودند. با وجود پیروزی اعتلاف مخالفان در پارلمان حزب حاکم سوسیالیست که ریاست جمهوری را در اختیار دارد همچنان قدرت و اختیارات زیادی خواهد داشت کنترل بسیاری از شهرداریها و شوراهای محلی هنوز به عهده حزب حاکم است بسیاری این انتخابات را رفراندومی برای تعیین میزان محبوبیت نیکولاس مادورو میدانند که جانشین هوگو چاوز رئیس جمهور درگذشته ونزوئلا شده است آقای مادورو گفته که حزبش همچنان از منافع شهروندان عادی ونزوئلا دفاع می کند و برای پیش بردن انقلاب بولیواری هوگو چاوز تلاش خواهد کرد. مشکلات اقتصادی به ویژه کمبود مواد غذایی اساسی مانند شیر، برنج، شکر، روغن و قهوه از جمله مسائل اصلی در مبارزات انتخاباتی بود. فقر در ونزوئلا روز به روز بیشتر می شود. خاربار در این کشور جیره بندی شده و شماره پایانی کارت هویت هر شهروند تعیین می کند که او چه زمانی در سوپرمارکت ها اجازه خرید مواد غذایی اولیه مانند برنج، تخم مرغ و قهوه را دارد. مشکل اینجاست که در بسیاری از موارد قفسه های فروشگاه ها خالی است و حتی تهیه آب و شیر نیز با دشواری همراه است. نیکولاس مادورو این وضعیت را نتیجه یک جنگ اقتصادی می داند که مخالفان علیه دولت او به راه انداختند. بهای پایین نفت و همچنین تورم دویست درصدی از جمله عواملی هستند که راه رئیس جمهور ونزوئلا و دولتش را دشوار کرده بودند. مادورو با توجه به این شکست سنگین نیاز به جناه اپوزیسیون دارد تا بتواند به کار خود ادامه دهد.